زمین آسمان شد. از کجا آمد این سید علی که پاچه شلوارش میتپانید در جورابش با موتورسیکلتش میرفت انجمن خامنه ها 5 تومن بگیره ذکر مصیبت حسین بکنه؟ حالا پاسداران ایران، سپاه پاسداران نگهداران سید علی، بسیجی ها نگهداران سید علی هستن و سید علی خامنه ای. اگه آقا منتخب بود، مردم آمده بودن گفتن آقا سید علی، سید علی. حالا سید علی قدرتش رو از مردم گرفته بود و اونجا چند جنایتی هم میکرد، بعدش هم میرم. این مملکت ایران از این سید علی ها زیاد دیده. آقای پاسدار باید فکر خیش کن، گفت که این روزگار نیست. این دولت های خاورمیانه این به این شکلی، یعنی با زور و جنایت و فساد و اینها، عمر متوسطشون 16 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال دیگه خیلیه براشون. این هست که کسانی که نگهدارندگان سید علی هستن و جنایت میکنن، چاقو شکن مردم میکنن، باعثی بدانن که روزگار محاکمه هم خواهد بود. بدین وجه نیست که شما بخورید و بکشید و بزنید و بروید، همچین چیزی نمیشه، میسر نیست. ما سید علی نگهداری میکنیم، شغل ما این است که سید علی رو نگهداری. سپاه پاسداران به چه معنیست؟ من نمیتونم. سپاه پاسداران برای چیه؟ مملکت ارتشی داره، شهربانی داره، ژاندارمری داره، همه جا دنیا همینجوره. یه نیروی دریایی داره، یک نیروی هوایی داره، میگن جمع نیروهای مسلح. اینها رو نگه داشتن، این 22000 نفر، 300000 تا 400000 تا به چاقوکش بسیجی هستن، 145000 تا سپاه پاسداران که اینها سید علی نگه دارن. یعنی اینا متکی نیستن به مردم که مردم اینا رو میخوان، میدونن که مردم اینا رو نمیخوان، به ضرب چماق اینها که از پول مردم تغذیه میکنن میخوان سید علی و دستگاهش نگرد. حالا هر کسی حساسیت هایی داره، حالا برای بنده اینجا خدمت شما هستم، میگن آقا هر جا میبینیم یعنی پلی چیزی نمیدونم های رایز، میگن این مال رفسنجانی. خب اینقدر گفتن که گفتن آقا مؤثر نیست چنین چیزی. آقا چقدر مگه این چه رفسنجانی؟ هر جزیره ای، هر کشتی یه جا حرکت میکنه، این مال رفسنجانی. اینا میگن کلیشه شده، اینا اصلا به من تأثیری نداره، گوش نمیکنن. اما به محضی که میشنوم یک بچه ایرانی رو بردن کتک زدن، شکنجه کردن، مثلا اونجاست که دیگه به طور کل دیگه به قول عوام میگن که آدم قاطی میکنه، واقعا درسته. شما فکرشو بکنید، یک حکومتی آمده به جعل و تزویر، اون که اسمش خمینی بوده که یک آدم دروغ زن کینه توز جنایتکاری بوده، یعنی این نامه اعمالشه، در تاریخ اینا خواهد بود، عکس بچه هایی که به دستور او کشته شدن در صفحه تاریخ هست، خواهند گفت که سید غضنفر این تعداد کشت، اسقر قاتل اینا رو کشت، این اسد روح الله اینا رو کشت. این به جعل و تزویر آمد این انقلاب مردم رو که برای آزادی بود و نمیدونم عدالت بود و اینها، انداخت به جاده اسلام که شما اسلام میخواستید. آقا اصلا کمبود اسلام داشتید، بدن شما کمبود حج و جهاد داشت و از اینجور حرفا، پنداری مملکت اسلام ندیده. یک نیمه شرفی اگه این اسلام داشت که ایرانیا دادن، که اینکه آبرو نداشت این اسلام، که یه مش آدم چاقوکش رفت داده بودن دزدی میکردن، الله اکبر میگفتن دزدی میکردن. تاریخش هست، این همه تاریخ های اعمال این هاست از اول تا آخر. کارشون جز لاشخوری واقعا و زورگویی و تحمیل که چیزی نبوده که این دولت های اسلام تا اومده تو ایران. یه نیمه آبروی این ایرانی های بیچاره نشستن گفتن حالا این که این اومده اینجا، ما دیگه بی آبرو شدیم و واقعا این به ما تحمیل شد، یه چیزی براش درست کنیم. حتی در نفی اون هم یه چیز قشنگ ساختن که این همین عرفان باشد و اینا. از این مفسران بزرگ 90% ایرانیه، از این نمیدونم فقها ایرانیان بودن. از روح الله من گفت کمبود اسلام داشتین شما با جعل و تزویر و دروغ این کارا رو، بعد بازماندگانش هم شما تماشا کنید، دستگاهشون شما ببینید ببین چه خبر هست.
مرتب جاهای امن درست میکنن که مردم ندانن که ببرن بچه ها اونجا بکشن بزنن. و دوچار وحشت هستن. امروز از سید علی بگیرید تا این رؤسای پاسداران دوچار وحشت هستن. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اینها دارن از مردم میترسن. این داستان نبایستی که از کنم که قطع بشود. دست بالا برای اولین بار دست مردمه. اینا دارن میترسن و میلرزن. این سید علی فکر نمی کنم، فکر کنم که این عرض کنم که جیره روزانش حتما 5-6 برابر شده.